خواهری از جرمنی هم سوال کردن که اگر مرد با خانم نامزد شو در در محفل شیرینی خوریشان از طرف عالم و مولوی با رضایت فامیل هر دو طرف دو نفر شاهد تعیین شوه، ایجاب و قبول در بین نامزدها صورت گرفته و هر یک کلمه خواسته بودم و قبولش کردم را در حضور شاهدین که تعیین شده بگویه، آیا نکاح صورت گرفته و دیداری از نو که با هم میبینن شرعی هست و به حیث خانم شوهر میباشند یا خیر؟ خب من پیش از اینکه پاسخی سوال ای خواهر بودم یک نکته که اشاره بکنم که خواهرها از گپی قبلی ما برداشت ایتو نکنن که یقینا شوهر خوشش نامد شوهر عیبست کرد یقینا حق طلاق شریعت برای مرد داده است بله. بدون موجب بدون عذر شرعی هر خانمی که طلاق از شوهر خود میخواه پیامبر بزرگوار علیه السلام میفرمه که روی جنت دور بوی جنت به مشام یزین میرسه سبحان الله در حالی که خوشبوی جنت به مسافه کذا و کذا و کذا به مشام میرسه با آدرس خواهری که از جرمنی سوال کردن خدمتشان عرض بکنیم که بله زمانی که ایجاب قبول در حضور دو تا شاهد صورت گرفت مجلس کلان هم نباشه دو نفر گواه و شاهد که موجود باشه ایجاب قبول از طرفی دختر و پسر وقتی که صورت گرفت اینها با هم توافق کردن بدون از اینکه خطبه خوانده شوه متوجه نیم بله بله. بدون از اینکه مرد تعیین شوه اینها با هم سفر هم کرده میتوانند نشسته هم میتوانند اگر طفلی به دنیا میارن جوان هستن فرض بکن دیروز از ما سوال شد که میتو شده یک دختر یک دختر خانم بعد از ایجاب قبول طفل آورده آره در خانه این شوهرش میگه که اگر تو با این طفل خانه ما بیای مرا پدرو میکشه و این دختر میگه که اگر از حمل ما مادر ما خبر شوه مرا میکشه این پدرم غلط میکنه اشتباه کرده این مادرم غلط کرده اشتباه کرده یکی از علت هایی که ایجاب قبول نمیشوه امی هست که بچه ها و دختر ها آزاد میشوند میگه در عرف ما بدنام میشیم دختر با پسر عروس با پسرش بردن ای جایبی نیست عروس با پسرش هم ببرن یک افتخار و عزت است هیچ مشکلی نیست از دید شریعت اسلامی اینجا شریعت اسلامی را خار نگاه کردن است بعد از این ایجاب و قبول اینها خانم و شوهر همدیگر هستند اولادی که به دنیا میارن اولاد از اینها حلالی هست نسلی از اینها هست نسب از اینها ثابت میشود سفر میکنن به سیاحت میروند به عمره و به حج میروند در خانه عروس در خانه به اصلاح خسرخیل امی پسر شاه رفته آنجا شب می باشه با این خانم محرم کل خانه و محرم یعنی حقیقی همی دختر میشه هیچ ممانعت اینجا وجود نداره سبحان الله